خانوم نشاط گرامی، حال شما چطوره؟ بی نهایت سپاسگزارم با درودی به عزیزانی که امروز در کنار ما هستند و تسلیت به ملت ایران و دوستان عزیزی که باز در کنار ما هستند و شما عزیز و بی نهایت سپاسگزار که این وقتتون رو به ما دادید. خواهش میکنم بانو نشاط، من در خدمتون هستم همیشه. لطف و محبت دارین، باعث افتخار بنده است در خدمت شما و خانم آقایون همه عزیزان باشم. بی نهایت سپاسگزارم از این همه لطف و محبت شما. همونطور که مستظر هستید، ما دوستان عزیز مقداری سوال دارن که هیچ کدومشون یعنی فقط چند تاشون میتونیم امروز بهش برسیم و بقیه رو در برنامه های بعدی اگر شما فرصتی به بنده بدین در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم، من همیشه در خدمت شما هستم بانو نشاط گرامی. ما سربازیمون و همیشه گوش به فرمان فرماندهان. اختیار دارین قربون، بی نهایت سپاسگزارم. جناب احمدی، اول از همه مسئله‌ای که امروز من شنیدم در مورد قهرمانان ملی ما، یکی مجید شیخی که به عنوان به خانوادش گفتن که باید این مجید شیخی رو به عنوان بسیجی اعلام کنیم تا ما بتونیم این رو به شما بدیم و این خانواده عزیز رو تحت فشار گذاشتن و اونها هم ناچارن به خاطر اینکه جسم پاک این فرزند رو بگیرن، فرزند ایران رو بگیرن، مجبور شدن که قبول کنن. نظر شما در مورد این چیه؟ و طبیعتا اینا با اون نشاط در طول این سالها همیشه وقتی که مردم رو زدن کشتن، اولا رفتن پول گلوله گرفتن که ما زدیم بچه رو کشتیم باید پول گلولهش هم بدیم. بعد شما خاطرتون میاد روزهای اول شروعش 57 بچه های مردم میموردن به هم با اسامی مختلف اعدام میکردن، به دخترها تجاوز میکردن زندان، بعد میومدن صبح شیرینی میدادن دم خونه مردم که دختر باکره بود. ما دیشب به عقد و ازدواج برادران درش آوردیم، عروسی کرد، یعنی به عبارتی بهش تجاوز اسلامی کرد. بعد شیرینی هم میدادن، میگفتن مثلا دخترتو ما عقد کردیم به یه جر کلام الله مجید، اینم تو میشه، اینم مهریه بچته. بچه های دیگر هم که اعدام میکردن، من اون موقع یادم سالای 1058 59 60 هر گلوله‌ای که به بچه‌ها می‌زدن 14000 تومان می‌گرفت. اون موقع دلاری که هنوز مثلا فرض فهمید زیر نمی‌دونم 60 70 تومان نه نشده بود، هنوز کار به 20 تومان 25 تومان بود دلار. خب طبیعیه که وقتی که یک ورزشکاری ارزم به حضورشون میره در کنار مردم و جون خودش رو نثار می‌کنه، خب این استر می‌کنه، چون بچه‌هایی که ورزشکار هستن، هنرمند هستن، اینا تو جامعه به هر حال معروفن دیگه، اینا یه الگویی هستن تو جامعه. مثل موقعی که ما در دوران ما هنرپیشه ها، خواننده ها، اصلا فوتبالیست ها، اینا برای ما یه الگویی بود. خب طبیعتا اینا میشن الگوی جامعه که وقتی یه فوتبالیست میاد و یا یه ورزشکاری میاد بچه های به اصطلاح جوان های دیگه هم، خب اونا میگن که خب وقتی این ورزشکار این الگوی ما، خب ما هم بریم تو خیابون دیگه. اینا میان این کارا رو میکنن که پدر مادرها مواظب بچه هاشون باشن، مواظب بچه هایی که ورزشکار هم باشن که ماما جان بابا جان نرید تو خیابون ها، دیدی بچه مردم ورزشکار رو فلان شخص زدن کشتن، ببین اومدن پدر مادرش رو تحت فشار قرار دادن که تو بیا اعلام بکن ما بسیجی بودیم و مردم مثلا تو رو از داخل زدن کشتن. اینا یه چیزایی که طبیعتاً حکومت‌های دیکتاتوری، حکومت‌هایی که پایه‌شون بر اساس استبداد و بر اساس دیکتاتوریه، اینا به قول معروف قرشت این جریانه. منتها اون خانواده‌ای که بچه‌شو اینطوری داده، البته من نمی‌تونم دخالت بکنم چون من نمی‌تونم خودم جای اون خانواده بذارم. اونا نباید زیر بار برن که نه من بچه‌م بسیجی نبوده. یعنی ملت ایران باید دیگه بس کنن.
که بخوان قبول بکنن بعد از که جسم رو اینا یعنی در حال دفن کردن بودن، اینا خانواده اعلام کرده که این حیوانی بسیجی نبوده، ولی به هر حال میدونید من فکر میکنم که انقدر درد و گرفتاری در اون مملکت زیاده و جگرگوشه یک مادر و پدره، اینا رو زیر فشار میذارن، از طرفی هم نمیشه حرفی زد. میدونید که من با شما کاملا موافقم که به هر حال این بچه، این فرزند به خاطر راه آزادی ایران و هموطنانش از بین رفته، ولی مردم رو زیر فشار میذارن، همه گونه فشار، همونطور که مستظر هستید. بله میگم خانواده ها باید زیر فشار این حکومت نرم و بگن که نه من بچه‌م بسیجی نبوده، که بچه‌م اومده تو، حالا حتما دلیل نداره بگه من بچه‌م اومده تو خیابون عرض کنم جزء تظاهر کننده ها بوده، ولی دلیلی هم نداره که بگه من بچه‌م عرض کنم بسیجی بوده. چه جرمی داریم به بچه‌م بگه بسیجی بودن جرمه؟ بله بله همینطوری که میفرمایید. تظاهرات دانشجویان امروز در تهران رو نظرتون چیست؟ ببینید دنبال روز دانشجو. بله ببینید بانو نشاد، روز 16 آذر رو من هیچ وقت نه تره براش خود کردم، نه تره خود میکنم و نه تره خود خواهم کرد. این یه چیز مندرآوردی توسط سازمانای چپ هستش، به ویژه اون سازمان تروریستی چریکای فدایی خلق روسیه. 16 آذر برای من به مانند 28 مرداد برای من نماد کودتایی که مصدقی ها میگن نیست. خیلی 28 مرداد برای من روز آتش زدن سینما رف آبادان در سال 1357 بود. من دنبال تاریخی های تاریخ نمیرم. 16 آذر برای من روز ترور شهریار شفیق، یکی از پاکترین فرزندان اون مملکته که من یک بار دیگه تسلیت میکنم به خانوادهش و به ملت ایران، به نظامیان مملکت که یک چنین انسان میهن‌پرستی، یک چنین انسان باشرفی تو خیابونهای پاریس مورد اصابت گلوله تروریست‌های اقدامی از جمهوری اسلامی قرار گرفت. یعنی به عبارتی اولین ترور خارج از کشور شهریار شفیق فرزند عرض کنم والد شاهرخ اشرف پهلوی بود. 16 آذر برای من اینه. نه هر کسی که تو خیابونای تهران دم دانشگاه، حالا هر جا، مثلا اصفهان، شیراز، به عنوان 16 آذر اون جریان اومده تو خیابون، نه من وارد بحث میشم، نه وارد بازش میشم، نه اصلا احترامی براشون قائل. دنبال این جریانا نمیرم. اون کسانی که میگن من دانشجو هستم، اونا باید دانشجو باید در کنار ملتش باشن. دانشجوهای اینا که نسبتون بسیجین تو دانشگاه نتوشم که سهمیه نمیدونم شهید و نمیدونم چه و چه و چه، بقیشون که بابا پولدارن ریختن تو، یه عده‌ای هم اگر با علم و دانش خودشون به هر طریقی تونستن با فرق با واقعا با بیچارگی خودشون رو برسن تو دانشگاه، اونم در اقلیتن. من اینا رو اصلا دانشجو نمیدونم، خیلی راحت میگم. بارها هم گفتم تو تلویزیون، من بارها گفتم که دانشجویانی که امروز به خودشون میگن دانشجو، اینها در کنار ملت ایران نبودن، تا امروز نبودن. یه دوران کوتاهی هم بود که عرض کنم گردون به خودشون گفتن جنبش دانشجویی و چه و چه و چه، که شما خودتون بهترین شاهد این جریان هستید. من هیچ وقت نه از اون جریان دفاع کردم و نه دفاع خواهم کرد، فقط متاسفم که یه سری دانشجو متاسفانه در خوابگاه دانشجویان باید رسیدن و از دلشم کی اومد بیرون؟ امیر عباس فخرآور و احمد باطبی و دیگران که همه فرستاده بودن جمهوری اسلامی بودن، که فخرآور تو پاسپورتش با مهر خروجی جمهوری اسلامی رو داره، زنده یاد رضا فاضلی، همه اینا رو با سند و مدرک رو کرد. نه من اصلا تو جریان 16 آذر نمیام. 16 آذر یک عملیات تروریستی در دانشگاه تهران بود توسط سازمان چریکای فدایی خلق روسیه، یه مش توده‌ای خائن، یه مش چپ، و البته مجاهدین خودشون اومدن وارد این جریان کردن، خودشون نقد این عاشق چیز رهنمار کردن، عاشق بیمزه کرد. نه من اصلا بله بی نهایت سپاسگزارم. در اینجا باز همونطور که شما فرمودید، من تسکیه از خدمت خانواده والا حضرت شهریار شفیق عرض کنم و علی‌حضرت شهبانو و اعلی‌حضرت رضا شاه دوم و ملت ایران، ملتی که میهن پرستن. امروز شنیدیم که مسعود سلیمانی رو ظریف آزاد کرد و در سوئیس تحویل گرفت و به تهران میبره.
این جریان چجوریه؟ این از این طرف آقای ترامپ میگه ما کنار مردم ایران هستیم، ما احتیاج نداریم، ما خیلی ممنونیم هر کی طرف ماست، ولی چه کمکی میتونیم به ما بکنیم؟ شما باز یک تروریست و یک همدست تروریست رو آزاد میکنید بره، از اون بر میگین کنار مردم ایران هستیم، بعد با یه نفر دیگه عوضش میکنید. من نمیدونم واقعا، از نظر من حرفای تو خالیه که آقای ترامپ میزنه. با تمام احترامی که به پرزیدنت ترامپ دارم من، ولی حرفاش تو خالیه. ببینید با همین حرفا که کنار مردم هستیم، سر عراق چه اومد، سر لبنان چه اومد، سوریه چه اومد، ما تو ایران چه اومد، ما باید روی پای خودمون بایستیم. تنها ببنید. گفتن کنار مردم ایران هستیم کاری رو از ما دوا نمی کنه. نظر جنابالی چیه؟ ببینید بانو نشاط، ما اولا یه بزرگترین اشتباهی که ما داریم، البته به دلیلی که بیکس موندیم، دلیلش بیکسیه. بزرگترین اشتباهی که ما میکنیم اینه که تصور میکنیم هر کس رفته تو کاخ سفید این مورد ملت ایران رو نجات بده. نه، نجات دهنده اصلی ملت ایران خود ملت ایران هستن. ما باید خودمون رو نجات بدیم. حالا بر اساس یک بگیم، حالا یه خوب حادثه، یه شخصی فیلان اومده تو کاخ سفید، نه به نفع ملت ایران، نه به نفع کشورمون، بلکه به نفع منافع خودشون اومده، گریبان آخوندها رو گرفته. ما باید از این فرصت حد اکثر استفاده رو ببریم و همینطور که اونا از اون سوء استفاده کردن، ما هم باید عرضم به حضور شما این سوء استفاده رو بکنیم و بتونیم کشورمون رو از این فرقه توهمران نجات بدیم. منتهای مراتب خب طبیعتاً قدرت‌های بزرگ بیکار نمیشونن، اینا مشتبانی میکنن، اینا هم عرض کنم حضور شما میرن و در برابر مبارزات مردم ایران سفارایی میکنن. امروز شاهد هستیم یه تروریست شناخته شده رو آزاد میکنن که مثلا یه گروگان رو باز پس میگیرن. این اتفاقات اتفاقا از نظر من چیز بدی نیست، بیشتر باز میشه که مردم بیدار بشن، مردم بفهمن که اینو قبول کنید، هیچ کس پشت سر ملت ایران نیست. من دو ساله دارم اینو فریاد میزنم تو تلویزیون ایران که ملت دستتون رو به زانو خودتون بگیرید، بگید یا رستم بلند شید، هیچ کس به داد شما نمیرسه. میایین تو خیابونا چهار تا شعار میدید، من بهتون چی گفتم؟ گفتم اگر همینطوری که من تو خیابونا فقط 3-4 هفته تو خیابونا بمونید آزاد میشید. همین امروز شما ملاحظه کردید عراق چه خبر شد، حمله کردن به مرکز عرض کنم اون تشکیلات نخست وزیری و مجلس و چه و تا حالا اینطور که اخبار داره میگه نزدیک 20 نفر هم کشته داده. اینه آزادی که مردم در خاورمیانه داشتن، به ویژه کشور ما در دوران شاهنشاه آریامهر بزرگ، آزادی بود که ما مفت به دست آورده بودیم و چون مفت به دست آوردیم مفتم از دست دادیم. حالا باید برای بازپسگیری اون آزادی تلاش بکنیم، خیلی باید تلاش بکنیم، با بودن این همه دشمنانی که دوروبر ما هم گرفتن، تازه به اسم مشروطه‌خواه دوروبر ما هم همه دشمن گرفته. پس بنابراین ما نمیتونیم اون توقع داشته باشیم. اینا به فکر منافع خودشونه، یه شهروندشون رو جمهوری اسلامی میره و انواع و اقسام کلک‌های مختلف و دروغ‌های مختلفی رو دستگیر میکنه. خب طبیعتاً امریکا به خاطر آزاد کردن شهروندان خودش مجبور به چیکار کنه؟ بیان یکی از تروریست‌هایی که گرفته کرده توی زندان، حالا مهم نیست سوئیس، اتریش، آلمان، مهم نیست کجا، آزاد کنه تا بتونه شهروند خودش رو بگیره. کاملاً درسته. جناب احمدی، از حضورتون میخواستم بپرسم که بررسی شما در چگونگی قیام آبان چی بوده؟ چی هست؟ قیام آبان یعنی همین هفته ماه گذشته؟ همین دقیقاً همین ماه گذشته. من این همه کسی بوده. بله، حضورتون رو عرض کنم، من اینو یه رستاخیز بزرگی میدونم، یک رستاخیز بزرگی که ملت ایران یک بار دیگه اومد تو خیابون و دو پیام بزرگ رو به جهان رسوند. پیام اولش اینه که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ما این فرقه توهمی رو نمیخوایم، ما آخوند رو نمیخوایم. و شعارهایی که این دفعه داده شد در مورد نفی جمهوری اسلامی بسیار بسیار واضح و روشن بود. شعارشون این بود که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، و دومی که چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، و به این ترتیب و اصلاح طلب اصول جدا دیگه تمام ماجرا. یعنی خط بطلان رو کشیدن به روی فرقه تبهکاران که حالا میخوان این مجددا این بازی مسخره مجلس رو راه بندازن و دو مرتبه از این بازی‌ها و بعد این مرسوم قومی بیاد وسط و
یکی بیاد وسط و این بگه رای بدیم، این بگه رای ندیم، تلویزیون های لس آنجلس دوباره شروع بکنن، این بیاد بگه که این خوبه، اون بگه این بدتره، اینا بعضی این مزخرفات به خاطر سرگرم کردم. در حال مردم ایران این نخستین پیامی بود که در این جنبش این رستاخیز آبان ماه گفت. پیام دومشون که یک بار دیگه به جهانیان تایید کردن و روی این موضوع تاکید کردن این بود که ما خواهان بازگشت به نظام برحق و انسانی شاهنشاهی هستیم و فریادهای این بار در مورد نظام پادشاهی خیلی رساتر بود، خیلی شیواتر بود و خیلی محکمتر و خیلی پرمعناتر که شعارهای جاویدشاه رو در سراسر کشور همه ما شنیدیم، چیزی که امروز باعث شده لس آنجلس خیلی دردش بیاد، تلویزیون‌های لس آنجلسی بسیار بسیار ناراحت شدن، حزب مشروطه هم ناراحت شده، حزب مشروطه که در لندن قرار تظاهرات راه می‌زدن در امروز بوده فردا بوده معلوم نیست، برید دم سفارت امریکا ولی نگید جاویدشاه، خیلی جالبه آخه مگه اصلا امکان پذیر بله رهبرشون اون نمایندهشون در چیز گفته در لندن گفته من واقعا متاسفم و ما سالهاست با این جریان دست پنجه نرم میکنیم و همیشه عقیده من این بوده که حتما باید تمثال مبارک اعلیحضرت رضا شاه دوم و پرچم ایران تو دستمون باشه و جاوید شاه حتما گفته بشه. خب نه اینا، نه اینا الان اعلام کردن میگن که هر چی مردم تو داخل کشور، یعنی ملت اومده تو داخل کشور کشته داده، ارتونم زندانی اینا بهانه خود ملت دارن علازر رضا شاه دوم رو صدا میکنن، اینا همش بهانه است، مردم نباید گوش کنن، وقتی تظاهراتی هست کسی حق نداره دخالت کنه. من دلم میخواد تمثال پادشاه رو ببرم، پدرم رو ببرم، پرچم ایران رو ببرم، چه ایرادی داره؟ خب ایرادش اینه که ما با این کار باعث میشیم که این پیامی که مردم ایران در آبان ما به گوش جهانیان رسوندن که ما اینا رو نمیخوایم، ولی داریم مشخص میکنیم که ما اینا رو نمیخوایم، چی رو میخوایم؟ یعنی به عبارت مردم ایران دست به این انقلاب بزرگ سیاسی زدن، این جنبش آبان که راه افتاد در ایران، این رستاخیز واقعا رستاخیز بزرگی بود و بله شکی نکنید که این جریان آبان ما شد یک آتش عظیمی که بینن یه ذره خیلی کم خاکستر روش گرفته و مطمئن باشید که به زودی زود این جنگل آتش خواهد گرفت با این حرکتی که شد. برای همین که رژیم این بار خیلی به اصطلاح شدید سرکوب کرد، بالای 13,000 نفر جوان مملکت دستگیر کردن، این همه بچهای مردم رو کشتن، زخمی کردن، تهدید و چه و چه و چه و چه و تمام عوامل خودشون رو در داخل و خارج بسیج کردن به خاطر حفظ بقای ننگین خودشون، که لس آنجلس هم در کنارشونه و میگه که نه نگید جاوید شاه، فقط بیان بگید ما پستیم و ما نیستیم و بعضی موقع هستیم و بعضی موقع نیستیم و دنبال این بالتون. متاسفم، واقعا متاسفم. جناب احمدی یک سوال دیگه هست که یکی از عزیزان کرده، میگن که نظر شما رو میخوام به عنوان یک مبارز سیاسی، یک کسی که دلش برای ملت ایران و کشور ایران میتپه و فرزند یک نظامی هستید، یک نظامی زاده هستید. من و شما این افتخار رو داریم که پدرامون سرباز بودن. بله، در رویدادهای اخیر عوامل رژیم همه مسلح بودند و حتی به کودکان رحم نکردند و به مردمی که هیچ گونه دفاعی در دست نداشتند، هیچ کاری نمیتونستند بکنن، حمله کردند. و بهترین راه سرنگون کردن این رژیم به چه صورت خواهد بود؟ ما میدونیم که شیوه تظاهرات سراسری و اعتصابات سراسری کمکه، ولی به هر حال برای دفاع از خودشون باید چیزی داشته باشن، اسلحه در مقابل اسلحه. یعنی خود علازر رضا شاه دوم هم فرمودن که اعتصابات باشه، تظاهرات باشه، هیچ گونه حمله ای نشه، ولی اگر به اینا حمله شد مردم هم میتونن از جون خودشون دفاع کنن. به عنوان یک کسی که در سیاست و در عاشق ایران و ایرانیه و برگشت پادشاهی پارلمانیه،
نظر جناب عالی چیه؟ حضور شما عرض کنم، ببینید بانو نشاط گرامی، من نمیخوام گریز بزنم به تاریخ که سلسله های پادشاهی ما چگونه به اصطلاح عوض شده. مثلا فرض بفرمایید چگونه صفویه و سلسله بعدی عرض کنم افشاریه اومد، افشاریه چجوری رفت که بعد زندیه اومد، زندیه چرا رفت که قاجاریه اومد یا قبلی هاش. شک به این داستان نکنید، یعنی من اگه بخونم الان به شما بگم نه 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 این اشتباه، اصلا وارد جنگ مسلحانه نشی، یا برعکسش بخونم بگم که بچه ها تنها راه رهایی جنگ مسلحانه است، این رو من به شما بگم حضورتون عرض کنم این یک روند تاریخی است که طی خواهد شد. مثل آتش فشان هیچ قدرتی نمیتواند جلوی زمین لرزه رو بگیره با این همه تکنولوژی که بشریت بهش دست پیدا کرده. شما ملاحظه بفرمایید از روی کره زمین توی یه دونه موشک میشینی پرواز میکنی توی اونور کهکشان دیگه، از این تکنولوژی بالاتر. اما هنوز این بشر با این قدرت تکنولوژی نتونسته جلوی زمین لرزه رو بگیره، جلوی وقوع آتش فشان رو بگیره، جلوی سد رو بگیره. فقط میتونن یه مقدار جلوی خرابی ها رو بگیره، مثلا بیان سیل بیاد میتونن بیان سیل شکن بزنن، یعنی لرده که میاد یه خونه های مقاومی در اون منطقه بسازن، آتش فشان که مثلا میخواد بیاد بشه یه سری وسایلی رو اونجا برن درست بکنن که این سنگا که از اون بالا میاد مثل این بهمن هست بکنه میاد، این مثلا نیاد خونه هایی که پای در پای کو قرار دارن اینو تخریب کنه. اما جلوی اون واقعا رو نمیتونم بگیرم با این شرایطی که من دارم میبینم. متاسفم که اینو میگم، واقعا تای دلم میگم، هم متاسفم هم حقیقتش رو شما میگم، با ترس اینو میگم، با اینکه من آدم واقعا اهل ترس نیستم، ولی یه مسئله هستش که نمیتونم روش دیگه مالکشی بکنم. اینو من متاسفم که میگم. با این شرایطی که کشور ما گرفته داره میره جلو، متاسفانه شوربختانه ما باید منتظر یک درگیری مستقیم بین ملت و دستگاه حاکمیت باشیم. با کمال تاسف من همیشه حضورتون هست، خاطرتون باشه 15 سال پیش من تو رادیو اسرائیل هم میگفتم که آزادی ایران از رودخونه از خون رد میشه، بعد تبدیلش کردم به دریایی از خون. حالا اعلام میکنم آزادی ایران با این شرایطی که من دارم ببینم متاسفانه از اقیانوس خون رد میشه، چون میزان تنفر بین ملت و دستگاه حاکمیت در هیچ کجایی در تاریخ، چه تاریخ ایران چه تاریخ جهان، در هیچ کجایی در تاریخ میزان نفرت یک دستگاه حاکمیت با ملت تا این حد نبوده. شما ملاحظه بفهمید اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با تمام اون فشارهایی که به مردم آورد، بازم زمان فروپاشی شوروی سابق اینقدر تنفر در مردم شوروی وجود نداشت، حتی عده خیلی زیادی از مردم، حالا من نمیگم اکثریت، ولی یه تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم شوروی گریه میکردن از اینکه متاسفانه برای اونها شوروی موزه رفته، اون حکومت سوسیالیستی از بین رفته. واقعا جدی هنوز خیلی هاشون متاثرن، خیلی ها تو همین آلمان که من زندگی میکنم، خیلی ها تو آلمان شرقی با تمام اون فشاری رو که تحمل میکردن در آلمان شرقی، الان ازشون میدید سوال میکنید میگن نه کاش که ما برگردیم به اون دوران، ما نمیخوام توی دوران اروپای آلمان غربی زندگی کنیم. مقصودم این هستش که میزان این، یا حتی همین الان تو یوگسلاوی شما الان ببینید این کرواسی یا هرزگوین که جدا شدن از به اصطلاح کشور جمهوری یوگسلاوی که حالا تبدیل به سربستان شده، الان یه عده‌شون هستن تو همون بوزنین و توی کرواسی که ناراحتن که ما چرا از دولت مرکزی از بلگراد جدا شد، و این نشون میده که اون عاطفه ها بوده، اون پیوندهای حالا اسمشو بذاری پیوندهای ملی پیوندهای قومی یا هرچی اینا بوده. اما کشور ما متاسفانه ملت ایران شوربختانه به دلیل این فشاری به که دستگاه حاکمیت روشون آورده، این آخونده آوردن شکنجه بود، زندان و اعدام، شما ببینید چه بلایی قرار بوده سر ملت ایران بیاد که اینا نیاوردن. هر بلایی رو شما، هر نوع شکنجه‌ای رو شما فکر کنید، روحی روانی جسمی هر چی شما فکر کنید، اینا سر مردم آوردن. شبونه میریختن خونه، شما خاطرتون هست روزای اول شورش 57 میریختن تو خونه های مردم، آقا اینا کیان، اینا ساواکیان، اینا از روز اول با تخریب و کشتار و اعدام و شکنجه و تجاوز و چقدر به دخترها به پسرها به زنای مردم بچه‌هاشون و شوهراشون رو بردن اعدام کردن، به زنای مردم تجاوز کردن، حالا اینا پرونده‌هاش لو میده. به هر حال این رژیمی هستش که
با تنفر و کشت و کشتار وارد کشور شده. پس بیشک و تردید این تنفری که بین مردم و دستگاه حاکمیت به وجود اومده یک انفجاری در راه است. حالا ما چه بخوایم ببین مردم میگه آقا جنگ مسلحانه راه نجات نیست، با یک اعتصابات عمومی، با یک تظاهرات عظیم در تهران که آغازگر این جریان باشه که این پرش بگیره به شیراز و اصفهان، چون واقعا هم احتیاجی به چیز نیست، احتیاجی به جنگ و دعوا نیست، چون این آخوندها خیلی بیشتری تر از این حرف هست. منطقه ملاته به دلیل عدم سازماندهی، به دلیل پراکندگی نیروهای ملی، نیروهایی که میخوان نجات دهنده کشور باشن، که امکانات ما چیه؟ همین امکانی که امشب من اینجا در خدمت شما در خدمت بچه‌ها نشستم، اینا امکانات ما، امکانات در اختیار کیه؟ بنگاه‌های لجن فراکنی، بی بی سی، صدای امریکا، تلویزیون‌های لندنی، تلویزیون‌های لس آنجلسی، خب اینا اومدن قبضه کردن. و چون اومدن مدیاها رو قبضه کردن، صدای میهن پرستان به کوچه ملت در داخل کشور نمی‌رسه که یه انسجام ملی به وجود بیاد، که ما بتونیم یه رستاخیز ملی در داخل کشور را بزنیم که در عرض حد اکثر 3 یا 4 از تکلیف روشن کنیم. و از همه مهمتر نماد این جریان که پادشاه عزیزمون علیرضا رضاشاه دوم، پهلوی سوم باشن، که بهشون هم گفتن آقا تکون نخور، حرف نزن، ساکت باش، این کار نکن، اعلامیه بیرون نده، اصلا شما راجع به براندازی نباید حرف بزنید، شما همینجا بشین تو واشنگتن، این هم خط قرمز نباید بجید. خب ملت وقتی میبینن که جلوی رهبریت رو گرفتن، نیروهای منسجم هم که نیست، نیروهای ملی هم که همه پراکندن، یه عده به اسم دروغین مشروطه خواه اومدن دارن بیشتر تفرقه میزنن، بیشتر دارن صدر میزنن، چه راهی برای مردم میمونه؟ مردم هم میان تو خیابونا کتک میخورن، کشته میدن، زخمی میدن، زندانی میشن، درب و داغون میشن، خسته میشن، له و لورده میشن، مایوس میشن، میرن تو خونه ها. خود این رفتن تو خونه ها، اومدن بیرون، رفتن تو خونه ها، اومدن بیرون، شکی نکنید که پشتش یه انفجاره. اگر نبود که اینطوری اصلا دستا پخش نمیشد، اگر نبود که امروز نمیومدم بگم یه دونه کلاشنکوف دارم میپوشم مثلا 1,000,000 تومان. یکی از بچه‌ها برام پیام فرستاد میگه آقای احمدی در تلویزیون به این دلالا بگین آقا اینقدر قیمتا نبرید بالا تا یه باور بفرمایید تا یه ماه. نه یه نفر، دو نفر، چند نفرش که من برام تو تلویزیون بگم آقا قیمت مثلا کلاشنکوف بوده 1,000,000 تومان، مثلا اینو بکنه 800,000 تومان، بچه‌ها بیان بخرن، مثلا اینو خود رو بیاد. که من گفتم خودتون همین اون کمه رو برید تو تلویزیون بگید آقا تو رو قیمتو بیار پایین، ما در ما مشتری هستیم دیگه، قرار ما چی مشتری دائم باشیم. این تجربه تهیشه نمیره جلو، این یه انفجاری پشتش هست بیشک و دردی. ولی من امیدوارم یه کار به اون عرض کنم، اون جنگ مسلحانه کشیده نشه، چون بدون شک و دردی این یه آرزوی دیرینه جمهوری اسلامیه که اگر کار به جنگ مسلحانه کشیده بشه، در نهایت هم پیروزی با ملت ایرانه، شکی نکنید. چرا که صد درصد که نیروهای زیادی از ارتش و سپاه به ویژه از ارتش به سمت ملت میاد، بعد اون موقع دیگه کاملا فروپاشی آغاز میشه. من امیدوارم کار به اینجا نکشه، ولی چه من امیدوار باشم چه نباشم، چون شما من میشناسید، من آدمی نیستم که مثلا بگم یه حرفی بزنم که خوشایند روز باشه، من مثل تخم مرغ روز حرف نمیزنم. من مطمئنم که یادتون میاد قدیمات رو تخم مرغ یه مر میزدم میزن تخم مرغ روز، یعنی خیالت راحت میشه میتونیم بخوریم مثلا انگار یه تخم دو زردم دوش باشه. ولی حضور شما هست که من نه، من به مدل روز حرف نمیزنم. من مطمئنم با این روندی که جریان داره میره جلو، یک درگیری بین ملت و دستگاه حاکمیت هست، درگیری خیلی بدی هم هست. یعنی من بارها به دوستانم گفتم که روزی شما در تلویزیون های در همین اروپا و امریکا که ما هستیم، روزی در تلویزیون ها شما صحنه هایی ببینید که خودتون باورتون نشه که مردم چجوری دارن این رو تیک پاره میکنن. ما در خارج از کشوریم، بانو نشد، ما اون حس بچهای داخل کشور رو نداریم. بعد بلایی سر ملت آوردن از جمعیت 80 میلیونی کشور. من اینو به راحتی میتونم به شما بگم، 1/3 این جمعیت بیمار روانی شده، دپرس شده. من به شما بگم به ویژه نسل جوان پرخاشگر شدن، عصبی شدن، حالت روحی روانی مناسب ندارن. چرا؟ خود تمام خواسته هاشون اینا سرکوب شده. بعد که فشارهای اقتصادی، فشارهای روحی و روانی، یه پسر یه دختر حق نداره با هم بزن برن بیرون، برن چه بدونم یه بستنی بخورن، برن سینما برن، یه دختر پسر با هم راحت برن بیرون برن تو پارک قدم بزنن. کاملا درسته. بعد از جوونا که میاد یه ذره سن بالاتر میاد تو سنای ماها، بعد میبینید که خب مشکلات اقتصادی، مشکلات روحی و روانی اجتماعی، چقدر یه مرد بره خونه بگه ندارم، چقدر بره ببینه یخچال خالیه، چرا اینقدر طلاق زیاده تو ایران، چرا اینقدر تن فروشی زیاده تو ایران، تمام پایش فقره. فقر کی عامل شده؟ جمهوری اسلامی. و طبیعتاً این یه انفجار پشت سرش هست که من امیدوارم به خیلی خوشی تموم بشه، واقعا به خیلی خوشی تموم بشه.
دقیقا، امیدوارم. البته من جواب خودم رو گرفتم از این فرمایشات شما، ولی یکی از عزیزان دیگه پرسیده آیا شرایط برای سقوط جمهوری اسلامی آماده است؟ وظیفه مردم در روز سرنگونی رژیم چیه و چگونه باید عمل کرد؟ اگه کار اونجا بکشه که به زودی کشیده خواهد شد، بچه هایی که لیدر هستن و بچه هایی که عرض کنم بچه های میانپرستی که در داخل کشور هستن، نیروهای ملی که در داخل کشور هستن، اونا وظایف به شما خواهند گفت که چه خواهد شد. مهمترین وظیفه‌ای که همه مردم ایران در سراسر کشور دارن حفظ آرامش و نظم در کشوره، که کار به هرج و مرج کشیده نشه. این مهمترین موردی که مردم باید حتما بهش دقت کنن. باید فقط نظم و آرام، چون وقتی نظم و آرامش از بین بره، هرج و مرج حاکم بشه، بعد اون موقع کنترل کردنش بد میشه. این تهران میشه کابل، هر کی میگه بمب بزنه گوشه خیابون. اولین کاری که مردم باید بکنن حفظ آرامش، نظم و هوشیاری. هوشیار باشن تا بتونیم کشور رو کنترل بکنیم و دست از کشت و کشتار و انتقام و انتقام کشی بردارید. آقا این پاسدار بوده تو محل ما بوده، این حزب اللهی بوده تو محل ما بوده، سرشو ببرید خونش آتیش بزنید. نه، این کارا در شأن انسان‌های با شرف و انسان‌هایی که خواهان بازگشت به پهلوی هستن نیست. چون کسانی که دنبال جریان پهلوی هستن، اینا نباید راهی رو برن که 40 سال پیش خمینی و دارالعصر و اون مصدقی‌ها و سایرین رفت. بله. جناب احمدی، شما آینده خاورمیانه رو چگونه میبینید؟ با این اوضاع پیش میاد و هست؟ با این همینطوری اوضاع به همین شکل بمونه، شک و تردیدی نکنه یک جنگ عظیمی در خاورمیانه در راه. کاملا آخر شرایطش حاضر آماده است، بسترش آماده است. اسرائیل دو روز پیش در جریان نشست سالانه ناتو یه پیامی داد آقای نتانیاهو، تلفنی خودشون هم گفتن، تلفنی صحبت کرد با پرزیدنت ترامپ. آقا جون، ما بیشتر از این دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. جمهوری اسلامی رسما داره با ما میجنگه. شما سوریه رو نگاه کنید، اسرائیل و جمهوری اسلامی در اصل محاصره کرده. خب اسرائیل مگه تا چقدر میتونه دووم بیاره یا به عبارتی تحمل بکنه؟ صبر تا الان هم اسرائیل صبر و تحمل نشون داده از خودش، بدون تعارف بتونه. خب از یه طرف مسئله الان عراق، مسئله سوریه، یه حیات خلوت باز کردن توی اونور عربستان به عنوان یمن. خیال نکنید الان مسئله یمن ساکت شد، اصلا و ابدا. یمن الان به عنوان یک پایگاه نظامی در دست جمهوری اسلامیه که هر از چنگاری اراده بکنن 3 تا 4 تا 10 تا موشک از یمن پرت میکنه وسط خاک عربستان. دیدید نمونهش که یکی از مهمترین پالایشگاه نفت عربستان زدن که دنیا سرخورد و خوابون بودن. نه هیچ اثری تو نفت نمیذاره و بلافاصله امریکا و عرض کنم حتی روسیه نفت ازریق کردن به اروپا که این قیمت نفت یک مرتبه بالا نکشه. یکی از مهمترین و اساسا پرخرجترین پالایشگاه های نفت عربستان زدن. کی زد؟ کار جمهوری اسلامی بود. فیلماش پخش شد. خود عربستان که جمهوری اسلامی، عربستان خودی صدا می عربستان دیوونت بیاد خدات میلیارد دلار پولو بفرسته هوا که چی رو ثابت کنه؟ مثلا بخواد چی رو ثابت کنه؟ بعد بودن جمهوری اسلامی رو این اصلا احتیاج به نام خرج نداره. همه میدونن که جمهوری اسلامی یک کشور تروریست و تروریست پرور. بنابراین خاورمیانه بدتر یک درگیری بسیار بسیار شدید نظامیه که اگر رئیس جمهور امریکا به زودی زود اقدام نکنه، اقدام یعنی بیاد یک تهدیدی رو برای این منطقه روشن نکنه، اینو شدید نکنه که این جنگ دامن اروپا و سرانجام دامن امریکا رو هم بگیره، پای همه میاد بدتر. الان دنیای قدیم نیست که مثلا بگن که امریکا حالا به هر دلیلی حمله کرده به ویتنام، پس جنگ تو همون منطقه جنوب شرقی آسیا باقی میمونه و امریکایی هم یه پایگاهی درست کردن در تایلند، هر از چنگایی از طریق پایگاهاشون یا در ویتنام به اصطلاح قسمت جنوبی ویتنام اونجا پایگاه دارن و بلند میشن و ویتنام شمالی رو بمبارون میکنن. به هر حال بزن تو اون منطقه است. نه الان اینطوری نیست. الان اگر یه جایی در گوشه جهان درگیری به وجود بیاد، این دامنش به همه جا میگیره، چون همه به هم وابسته شدن. الان اگر در خاورمیانه درگیری به وجود بیاد، پای روسیه وسطه. چرا؟ چون روسا پشت سوریه ایستادن. وقتی درگیری به وجود بیاد، پای اسرائیل کشته میشه وسط. وقتی پای اسرائیل کشته وسط، اونجا وسط امریکا میاد. وقتی امریکا بیاد، ناتو میاد. وقتی ناتو بیاد، خب دیگه شما تکلیف رو روشن کنید دیگه چه خواهد شد. بعد در کنارش مسلمان و سنی داریم، شیعه داریم، وهابی داریم، چندین و چند قوم کرد رو اونجا داریم. یعنی این کردان خیال نکنید که اینا همه با هم متحدن.
کردهای ترکیه، کردهای سوریه، کردهای عراق، کردهای ایران، اینا بعد هر کدومشون برای خودشون یه داستانی دارن، هر کدوم برای خودشون یه رهبری دارن و بین خودشون خیلی اختلافات هست و و و و که اصلا من راجبش فکر میکنم به قول معروف مغزم سوت میکشه که چه خواهد شد اونجا، چه آش شلمتونبایی میکنی اون وسط. یکی از دلایلی هم که تهران بلند شد رفت، اگه اشتباه نکنم چند روز پیش بود، رفت افغانستان، یکی از دلایلش هم همین بود که از به قول معروف خودش رفت از نزدیک نگاهی بکنه ببینه اوضاع احوال چطوره، که بدون هیچ گزارشی، بدون هیچ صحبتی، با یه چند دقیقه صحبت که بعد رفتم دیدم و با بچه‌ها در ارتشیامون هم در افغانستان ماچو بوسه کردیم بودیم. نه این همه راه شالوکلا نکرده بود بره با سربازش توی افغانستان ماچو بوسه بکنه. این رفت بله خودش رفته بودن افغانستان، معاونشون آقای پنس هم رفته بودن به عراق بله. برای روز تحریک، همینطوری که میفرمایید دقیقاً بله رفتم ببینن که چون گزارش هایی که براشون از اونجا میاد، همون سربازایی که اونجا هستن، خود اونا مامورای CIA هستن، مامورای پنتاگون هستن، مشاورین مخصوص نظامی هستن، که گزارشن که آقا اوضاع خیلی غیر قابل کنترله، یه کاری بکنید. همه جا جاپای جمهوری اسلامیه. همین امروز خبری که پخش شد در جهان که سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که 3 تا از همین اراذل حقوق جمهوری اسلامی رو مجددا تحریمشون کردن، که اینا عواملی بودن که در طی یک ماه اخیر با عامل سرکوب بودن در عراق بر علیه مردم نگون وقت عراق. این همه این بامبولک بازی ها سر کیه؟ سر جمهوری اسلامیه. این باید سر ما رو بزنی. همه حرف ما اینه آقا جون، سر ما رو بزنی. شما این دنبال چی میکنی؟ شما هم میری دم ما رو میزنی. یه دم ما رو بزنی، خب ما رو دوباره دم در میاد. دم ما میشه عراق، دم ما میشه سوریه، سر ما علی خامنه ای، اونو باید بزنی جمهوری اسلامی. بعد ما اینو میگیم، اینا تصور میکنن که مثلا ما میگیم که شما پنج جمهوری اسلامی رو ببینید مثلا رضا پهلوی رو بیارید اینا. نه آقا جون، بازگشت رضا پهلوی دست ماست، سقوط جمهوری اسلامی دست ماست. شماها نمیذارید که ما اینا رو ببرید، شما مدام دارید سنگل پا میندازید، شما مدام دارید شل کن صف کن را میندازید. یه روز میایید میگید که جمهوری اسلامی اخر بعد ما پشت ملت ایرانی، ما اینترنت میدیم، فلان میدیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، روز بعد تروریستشو آزاد میکنیم. از اون طرف میرید به وزیر امور خارجه عمان، یه کشور بی صاحب بدبختی که رو لون بسته رو سرشون، یارو سلطان قابوس کابوس نمیدونم در اتوبوس چی اون داره بیشو، میرید به اون میگید که پاشو وزیر امور خارجه رو بفرست بره تهران. خب من بره تهران چیکار کنه؟ ما رفتیم راجب مسائل ایران و عمان حرف بزنیم. آخه پدر بیام اصلا دیگه قابل تیغ‌تراشی که راجب چی میخواد تو به با ایران حرف بزنی؟ چرت و پرت. فقط صحبتشون بر سر این هست که اومده پیام بده که آقا برید یه رای رو پیدا بکنیم، ما میخوایم دو مرتبه دلالی بکنیم مثل جریان اوباما، میخوایم مثلا تو یه دلالی پیدا بکنیم که بکنیم با امریکایی ها گفتگو بکنیم. شما خودتون یه با ما دو هوا درست کردید، وگرنه تقریبتون روشن کنید جمهوری اسلامی بده یا بد نیست. اگه بده خیلی خوب، کمک میکنیم به ملت ایران که جمهوری اسلامی بره. اگه خوبه پس دیگه تحت سر ما بردارید، ما هم سر کار نذارید. نه منو، حرف من کلیه، ملت نگون وقت ایران من توی خود تلویزیون اسرائیل در تلویزیون پارس گفتم آقای نتانیاهو، شما میدونی جمهوری اسلامی رژیم تروریست هست یا نه؟ بله. خیلی خوب، اگر میدونید رژیم تروریستیه، خب چرا به ملت ایران کمک نمی‌کنید؟ چرا مدام فقط میگی ما محکوم می‌کنیم؟ مثل یه حضراتی که نشستن تو لس آنجلس میگن ما تفسیر می‌کنیم. آقا تو چی رو می‌خوای برای من تفسیر کنی؟ مثلا من بیام چه بشینم جلو تلویزیون 200 وقت ملت بگیرم بعد بگم که دیشب آقای مثلا امام جمعه چه بدم علم الهدا مثلا در مشهد فلان مدخرفاتو گفت؟ این دلیلش این است که اگر اینو گفته این اینطوری اونطوری، خب یعنی مردم تو ایران خودشون نمیدونه علم الهدا کیه؟ مردم ایران اینقدر بی سواد من باید بیام واسهشون از لس آنجلس سیت کنم تفسیر کنم؟ بعد بهشون میگم آقا بیاین کار عملی بکنیم، کار صحیح بکنیم برای نجات کشور. نه ما مفسریم. خب شما خیلی غلط کردیم مفسر، هر کدومتون میخواییم باشیم. اینه، ببینید یک کلاف سردرگمی درست کردن که تمام دلیلش هم همون دستور انگلیسه، تخریب ایران و کشتار ملت ایران. بس سلام. برای همین هستش که من موضوع رو عرض میکنم، وضعیت به جایی رسیده که من امروز اگر شما پیش از اون از من راجبه همین موضوع صحبت سوال میکردید راجبه جریان جنگ مسلحانه، من با قدرت بودم نه 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 امکانش هست نه چی. ولی دو ماه پیش گذشت، الان به شما میگم بله احتمال زیاد هست که این درگیری بین مردم و دستگاه حکومت باشه. نمیتونید مالکشی کنید. حالا یه عده میگن آخه نباید اینا رو جلو دور بگو، پس برام کجا بگم زیر لاف بگم؟ واسه واقعا دیگه ملتی که داره میبینه هیچ امید و آرزویی دیگه نداره،
ملتی که میبینه دنیا کمکش نمیکنه، ملتی که از نظر اقتصادی زمین خورده، ملتی که دیگه هیچ راهی براش نمونده، چی کار باید بکنه؟ یا باید تحمل بکنه که حتی دیگه میزان تحمل هم دیگه از بین رفته. چی رو میخواین تحمل کنی؟ مگه گرسنگی رو میشه تحمل کرد؟ مگه نبود دارو رو میشه تحمل؟ شما مثلا یه موقع هست میگه آقا خیلی هوا سرده، میگه خب تحمل کن. آقا هوا خیلی گرمه، خب تحمل کن. یه چیزی هست میشه تحمل کرد. آقا درد دارم، مریضم، مثلا گفتم پام شکسته، خب باید تحمل کن تا پا خوب شه. یه چیزی هست تو جمهوری اسلامی نمیتونی تحملش کنی. شما یه بیماری داری که احتیاج به دارو داری، بعد میگن آقا تحمل کن. من چی رو تحمل کنم؟ شکمم گرسنه، چی رو تحمل کنم؟ به عنوان یه مرد بیکارم چی رو تحمل کنم؟ تحمل بکنم از اینکه زنم جلو چشمم بره تو خیابون؟ تحمل بکنم که دخترم داره میره تنفروشی میکنه؟ تحمل بکنم از اینکه بچه‌م شیر نداره بخوره؟ چی رو تحمل کنم؟ خب این یه روزی تبدیل میشه به یه فریاد. این فریاد از بین تو دست می تو خیاب. این کاملا حساب دو تا چهار تا در تمام دنیا دو تا میشه چهار تا. شما نمیتونی بری تو چین بگی دو تا پنج تا، بری مثلا تو برزیل بگی دو تا هشت. این فرمول تو دنیا حرکتی که در این موقع شده فرمولش همین، هیچ راه دیگه نداره. تنها راهی که جلوی خشم ملت گرفته بشه اینه که امریکا دست از سر رضا پهلوی برداره، رضا پهلوی وارث تاج و تخت بیاد. این همونطوری که من در حضور شما هستم، هیچم نمیخواد، نه احتیاج به سی ان ان داریم، نه احتیاج به چی نیوز داریم، بالا نیوز، بغل نیوز، این ور نیوز چیه، اصلا احتیاج به هیچ کدوم شما نه، احتیاج به هیچ تلویزیون لس آنجلسی هم نیست، نه لندنی هم نیست، احتیاج به نه به نوریزاده داریم نه به هیچ. خود ایشون بشینن تو خونهشون لپتاپ بذارن جلوشون، از همون خونه خودشون شروع کنن پیام به ایران بدن. به خود خدا قسم یه بار دیگه جمهوری اسلامی میره. منتها شماها نمیذارید، شما امریکایی‌ها نمیذارید، شما اروپایی‌ها نمیذارید، شما اجازه نمیدید. شما خواهان ادامه این روند هستید. ما اینو بریم به چه زبونی بگیم؟ حالا من اینجا بشینم تا صبح اینو بگم، خب کی میشنوه؟ شما و بچه‌ای که همرزم ما هستن. به ما اجازه بدید ما بیم تو سی ان ان امریکاییتون، بیم توی تلویزیونای که به زبان اصلی داره پخش میشه، نه تو بی بی سی فارسی. بی بی سی فارسی رو چی گوش میکنه؟ فارسی گوش میکنه. درسته. اجازه بدید رضا پهلوی بیاد همین حرفایی که من میزنم ایشون بیاد توی تلویزیونای امریکایی بگه آقا جون ما چیزی از شما نمیخوایم، فقط دست از سرمون برداریم، که دنیا بگه آه من چه خبر شده. اونم دنیای آزاد اروپا و امریکا که به هر حال میشه مردمش میشنون که من چی شده که رضا پهلوی پسر محمد رضا شاه پهلوی اینقدر شاکی. آقا شکایت ما از شما اینه که شما جلوی آزادی ملت ایران گرفتی، شما عامل اصلی کشتار در منطقه شما هستی. چرا؟ چون شما نمی از جمهوری اسلامی حمایت میکنی. اگر شما جمهوری اسلامی حمایت نکنی، عراق ساکت میشه، سوریه ساکت میشه، یمن ساکت میشه، عراق با اسرائیل به صلح میرسن، لبنان ساکت میشه، فلسطینی صاحب خونه زندگی میشه، مصر ساکت میشه، افغانستان و پاکستان ساکت میشه، همه جهان ساکت میشه. عامل ترور در جهان جمهوری اسلامیه. شما اومدین جلوشو گرفتین، شما دارین ازش حمایت میکنین. خب ولی خب اینو کی میدونه؟ ملت ایران میدونن، من و شما میدونیم، ولی جهان که نمیدونه. اینو جهان معمولی که اینو نمیدونه، آدمای معمولی میگن اینا یه مش ملت وحشی ان و مسلمان خود دوست دارن دیگه، مسلمان میشن که دوستان اونها قمه بزنن، در حالی که واقعا قطعی این نیست. اینا اون تبلیغاتیه که اینا دارن تو مخ ملتشون میکنن. شما الان از همسایه امریکاییتون بپرسید، من الان همسایه آلمانی بپرسم، ندونه من ایرانی ام، بگم نظرتون راجع به کشور ایران چیه؟ بگم چه مردم بربر چیه میان تو خیابونا و با اون چادرا و اینا، تصورشون از ما اینه دیگه. بعد من چطوری باید بیام به این حالی بکنم که بابا نه، این ما نیستیم، این جمهوری اسلامی با ما فرق میکنه، این نماد ما نیست، این نماینده ما نیست. در این بانو نشاط گرامی، بله همینطوری که میفرمایید، دقیقا همینطوره. در ضمن من تا برنامه‌مون تموم نشده اعلام کنم که فرکانس‌های جدید تلویزیون آریایی رو من در برای اروپا و ایران از امروز عوض شده و در اینستاگرام گذاشتم. از عزیزان خواهش میکنم برای دیدن برنامه جناب آقای رضا احمدی و برنامه هایی رو که دوست دارید در تلویزیون آریایی از ایران و اروپا، فرکانس های جدید رو روی اینستاگرام من ملاحظه بفرمایید، من پخش کردم. این یکی. در ضمن تلگرام جناب آقای رضا احمدی همونطور که بالای فرکانس گذاشتم، رضا اندرسکور احمدی 333، ات رضا اندرسکور احمدی ات 333.
جناب احمدی، انقدر ما میهن پرستا شما رو دوست داریم و براتون احترام قائلیم، به خصوص منی که افتخار دارم و دوستان دیگری که افتخار دارن حدود 15-20 ساله در خدمت شما هستیم، جز درستی، جز فرمایشاتی که واقعا میهن پرستانه است، از شما چیزی ندیدیم و واقعا سپاسگزاریم از این همه لطف و محبت شما. حالا اینا رو گفتم که سوال بعدی رو خدمتون عرض کنم، یا اینکه خسته شدید ما یه 10 دقیقه دیگه وقت داریم اگر اجازه بفرمایید. باشمان در خدمتونم، اینقدر لطفا منو مورد خجالت قرار ندید. من همیشه شاگرد بودم، شاگردم هستم، شاگردم خواهم بود. باعث افتخار مندست در خدمت شما بزرگبانوی میبوده. از تیمسار نشاط عزیز ما هم در این لحظات گرامی، واقعا یادتون گرامی و یاد همه سربازان میهن و باعث افتخار منه که در خدمت همه همیهنان هستن. امیدوارم که بتونیم همه دست به دست هم بتونیم کشور رو نجات بدیم. من در خدمتتونم. عزیز برای شما دارن قلب میفرستن، سپاسگزاری میکنن از اینکه وقت به من دادید و دوستان عزیزی که در اتاق تشریف دارن. من از اونها تشکر میکنم، سپاسگزارم که اونها هم این وقتشون رو به ما دادن که در خدمت شما باشیم و از تجربیات شما استفاده کنیم. جناب احمدی، راهکار شما برای اینکه مردم خودشون رو سازماندهی کنن چیه؟ اوه خیلی سواله. سازماندهی کردن؟ بله. چون یه وقت داریم، این دیگه ریش و قیچی دست خودتون. استدعا میکنم بفرمایید. سازماندهی کردن احتیاج به یک رهبریت داره. ما فاقد اون رهبریت هستیم، چون رهبر ما رو زندان گذاشتن. چجوری میخواین سازماندهی بکنید؟ فقط میشه به صورت کوچیک کوچیک تو محله ها، بچه هایی که 100% هم دیگر میشناختن. مثلا ما موقعی که ایران بودم، البته خود طبیعتاً الان اون ساختارهای اجتماعی، اون بافت اجتماعی عوض شده. ما وقتی که تو ایران بودیم، بچه های محل همدیگر میشناختیم. یعنی میدونیم که کسی بسیجیه، چه کسی پاسداره، چه کسی آنتنه. میگفتیم این موقع به شکل نمیگودیم حزب الله، میگودیم طرف آنتنه. نطور میشناختیم، میدونیم چه کسایی مثلا فرد بفرمید اهل از با این رژیم نیستن، نمیرن نماز جمعه فلان اینا اینطوری. خب طبیعتا یه تیم بودیم، یه تیم بودیم که میدونستیم مثلا فرد بفرمید دوره هم میشینیم یه چارت بعدی بیرون آخونده میگیم، کسی از بین ما نمیره ما لو بده. همه یه فکر داشتیم، بچه های محل بعدی رو میشناختیم، بچه دو تا خیابون اون ورتر رو میشناختیم، آشنا بودیم با هم. تهران یه حالتی بود که محل به محل بچه ها هم دیگه میشناختن. بعد این فوتبالی که ما با هم بازی میکردیم، رفت آمده که با هم داشتیم تو محل های هم دیگه رفت آمد میکردیم، این آشنایی رو میداد که شما بدونید مثلا فرض بفرمایید من رضا که تو خیابون شام تو محلمون بودم، میگفتن که این مشخص جریان چیه، این دنبال ورزشه، دنبال چیه و فلان اینا. یعنی یه شناسنامه من داشتم میشه بچه ها. الان من نمیدونم ایران اینطوری باشه، یعنی که بچه ها میگن نه متاسفانه دیگه ایران اونطوری نیست. بگذارید به این شکل شما باید تو ایران گروه های کوچیک درست کنید. این گروه های کوچیک بشه مثلا 5 تا 5 تا 5 تا، این 5 تا 5 تا به هم وصل بشن، یه دونه لیدر برای خودشون انتخاب بکنم. میگم آقا بود فعلا تو این منطقه 20-25 نفر، 30 نفر، 50 نفر دختر و پسر فعلا با هم هست. بعد حرفا نباید بیرون. خیلی کار مشکلی، ببینید نه مشکل، یه کار فنیه. این یه کاری هستش که از طریق اینستاگرام و تلویزیون و این فیسبوک اینا نمیشه اومد آموزش داد. و از همه مهمتر این که حالا این گروه ها درست بشه. وقتی این گروه ها درست بشه، خب این گروه ها رو شما میخوای حرکتش بدید تو خیابونا. میدونید اینا اسمش دیگه سری لیدرهایی داره که با کمال تاسف کار ساده ای نیست، شدنیه. من نمیگم نمیشه، ولی کار ساده ای نیست. یه برنامه‌ریزی صحیحی میخواد، مثل تاکتیکای جنگای چریکی و جنگای به اصطلاح کلاسیک. شما همون جنگ ایران و عراق چرا اینقدر ما کشته دادیم؟ چون فرمانده های ما ایرانو زده بودن، کشته بودن بچه ها رو، همطور میفرستادن بودن الله و اکبر بره رومی از پشت پشت داشتن میساختن. اگر در زمان شاهنشاه آریامهر بود، اون فرمانده هایی که دورهای ستاد دیده بودن، دوره جنگ دیده بودن، خب ما با 50 تا کشته خاک عراق به توبره میکشیدیم و پشت میوردیم ایران. بله وارد بودن سربازا، درجدارا، افسرا، هر کسی این دوره رو دیده بود وارد بودن. اون ارتش یه ارتش منظمی بود. این که بسیار کار مشکلیه، ولی باید از یه جا شروع کرد دیگه. از یه جا باید شروع کرد. بله
جناب احمدی، همونطور که در اخبارها شنیدیم الان این رژیم تروریست حاکم در کشور عزیزمون ایران گفته که به قهرمانان جاویدمون که از بین رفتن، جوانها و فرزندان ایران که از بین در آبان ماه رفتن، یه دیه میخوان بدن. واقعا چی فکر میکنید؟ اینا از این ور میکشن، از اون ور پول گلوله رو میخوان بگیرن، از اون ور میخوان صدا خفه کن. معذرت میخوام از دوستان و جنابالی این کلمه رو استفاده میکنم، چون واقعا کلمه دیگه نیست که آدم بتونه جایگزین کنه برای این جانوران. این نظرتون چیه شما؟ اینا واقعا چی فکر میکنن؟ مردم رو چی فکر کردن؟ عزیزانشون رو میکشن، از اون ور میخوان دیه بدن بهشون؟ نه، اینا اعلام کردن که کسانی رو که خانواده هاشون بیان بگن که اینا بسیجیان، ما به عنوان شهید اینا رو چیز میکنیم، قبول میکنیم، بعد به خانواده هاشون هم مثلا حال نمیدونم چیزی که بوده نظرشونه یه پولی بدن. ولی باور بفرمایید اینم دارن دروغ میگن. این پولا میخوان بدن به 5 تا پاسدارایی که تو این درگیری بله بدونشون همش کدوم غیرتمندی قبول میکنه؟ من الان 40 سال پدرم رو از دست دادم، هنوز یادم نرفته. نه خب نمیشه، شما نمیتونی جوان مردم بکشی بعد بگی خیلی ببخشی جوان تو کشتی، اون شهید شدی بعد بگی 100 میلیون تومانه بگی اون بچهش دیگه. و من دقیقا و همونطور که میدونین من واقعا از خانواده این قهرمانان ملی از سال 57 تا به این لحظه ازشون خواهش میکنم که حتما بیان بیرون و یک دمونستریشن خیلی آروم به خاطر عزیزایی که خونشون رو از دست دادن، جونشون رو از دست دادن، مادر پدرایی که خودشون عزیزشون رو از دست دادن، یک دمونستریشن آروم انجام بدن. اینا میگم بانو نشاد، اینا همش مستلزمه یه برنامه ریزی صحیح، نمیذارن لس آنجلس نمیذاره که ما کارمون انجام بدیم. به خدا باور بفرمایید سر مار تو لس آنجلس نه تو بیت رهبری، شعبه دوم فرقه تبهکاران تو لس آنجلس. ما اگر بتونیم، من همیشه میگم تا لس آنجلس کفن نشود آن وطن وطن نشود، لس آنجلس رو خفه کنیم تا بتونیم ایران رو نجات بدیم. خدا شاهده این حرفو من یادمه که خیلی ها خیلی ها در اون موقع ها 15 سال 20 سال پیش خیلی ها این حرف بزنید، خیلی از همون بزرگان که خب شما میشناسینشون، بعضیشون رفتن صدای امریکا با این بارون رفت که آقا ما هرچی بدبختی داریم میکشیم از لس آنجلس. یه روز خود همین مهندس شجره مال تلویزیون پارس خودش گفت اگر ما این تلویزیون ها رو نداشتیم مردم ایران تکلیفشون روشن بود. خدا شاهد خودش اقرار کرد بغل دست اون همکارش که میشه چرت میزنه می بودیم، بغل دست اون نشست بود. خدا شاهد خودش گفت اگر این تلویزیون نبود اون قاضی سعید هم اونجا نشسته بود اونم تو چرت میزنه بود. جفتشون اصلا چرت میزنه برید که این چرا اومده داره دکور ما رو تخته میکنه با این حرف. اگه این تلویزیون لس آنجلس نبود کار تموم بود، باور بفرمایید. ولی اینا احتیاج به یک برنامه‌ریزی صحیحه که متاسفانه در شرایط کنونی نمیشه با این وضعیتی که حاکمه نمیشه. تنها راهی که باقی مونده همینطور هستش که مردم ایران همین راهی رو که مردم گرفتن با همین راه برن جلو و سرانجام از این جنگ و گریز و از این آمدن تو خیابون و رفتن تو خونه و آمدن تو خیابون و رفتن تو خونه یک مرتبه یک انفجار نهایی صورت بگیره، مثل همون انفجار اولیه که کره زمین به اصطلاح جدا شد و تبدیل شد به این کره که ما زندگی میکنیم. بالاخره اون انفجار طبیعی، اون انفجار نهایی به وجود خواهد اومد، من شکی ندارم. و این انفجار نهایی دیگه طولانی هم نیست، به زودی این انفجار نهایی از کنم به وقوع خواهد اومد. من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم جناب احمدی، من میدونم که جناب علی خسته هستیم و بعد مثل که برنامه دیگه ای دارید، کار دیگه ای دارید و چون میخوام این ادامه داشته باشه، دوستان از من خواهش کردن، لطف کردن به من، گفتن که از شما خواهش کنیم در برنامه های دیگه در آینده در خدمتون باشین. نمیخوام زیاد خستتون کنم که فرار کنین از دست ما. اینه که اگه اجازه بدین برنامه رو شما رو به خدا بسپریم
و بی نهایت سپاسگزار از این همه محبت و بزرگواری شما که وقتتون رو به من دادید و بی نهایت سپاسگزار از عزیزانی که امروز در لایو جناب علی و من شرکت دارن. بی نهایت سپاسگزارم که وقتشون رو به من دادن. باز با سوالهای جدیدتر در هفته آینده یا هفته بعد در خدمت شما باشیم اگر برای شما امکان داشته باشه. خواهش میکنم بانون شد، من همیشه در خدمتونم. منتها خودتون میدونید الان شرایط یه طوریه که هر لحظه میدونید یه کار دیگه پیش اومد، من ولی به صورت عادی من در خدمت و هر موقع شما امر بفرمایید من در خدمت. اصلا خواهش میکنم، من استفاده میکنم، من همیشه از حضور استفاده خواهش میکنم و از شما رو به خدا میسپرم. بی نهایت سپاسگزار از جناب علی و همراهان در این زمانی که وقتشون رو به من دادن. بی نهایت سپاسگزار. من با شما سپاسگزارم چنین از همه بچه ها، خانم ها، آقایون که اینجا در ما در خدمتشون بودیم. برای شما بانوش آرزوی سلامتی میکنم و موفقه. من خیلی هم ممنون که من اینقدر مورد لطف قرار میدیم بشین با هم گفتگوی بکنیم و عرضم به حضور شما با دوستان درد دل بکنیم و نه در قالب دیگه. خیلی هم ازتون سپاسگزارم. هر موقع هم امر بفرمایید من در خدمتتونم. پاینده بودید. من همیشه از حضورتون استفاده میکنم. جاوید شاه، پاینده ایران و ملت میهن پرست ایران. پاینده ایران جاوید شاه. سپاسگزارم بانو. بدرود. قربون شما. شب و روزتون بخیر.